اینجا میخواستم به تمام مردم عرض بکنم، دوستان عزیز، عزیزان من، بزرگواران، من واقعا از شما ممنونم که تو کامنت ها واقعا به این پی بردم که شما مردم با شعوری هستید. اون 5% که مزدوران دوروبر خامنه ای و دم دستگاه حکومت هستن اونا رو ولش کنید. خب اونها اگر عقل درست حسابی داشتن، اونها اگر هوش و ذکاوت داشتن، هیچ وقت بر دم دستگاه این حکومت ستمگر قرار نمی گرفتن. اما دم شما مردم ایران گرم که در همون ابتدای امر فهمیدید داستانه. اما الان شما باید یک جورای این پرسش رو توییت کنید، این پرسش رو تو فضای مجازی به تمام دنیا برسونید که جمهوری اسلامی چه حقی داره برای رسیدن به اهداف شیطانی خودش از جون مردم ما مایه بذاره. شما چه حقی دارید مردم رو بکشید برای رسیدن به اهداف پلید خودتون؟ شما همین پوستری رو من گفتم نیم ساعت طول نکشید، شما میخواید یه پرچم ببرید بزنید روابط عمومی یه اداره، باید از اماکن و از اطلاعات و از 6 جای دیگه اجازه و مجوز بگیرید که آقا این اجازه هست، این پرده با این عنوان اینا. بعد نیم ساعت بعد شما سری لامصب اینو تو خمره رنگریزیتون داشتید، به محضی که طرف رو گرفتید آمدید گفتید همه چیز انجام شد، همه چیز تموم شد، فلان، آرامش، مردم بیان پول بندازید تو شاچراغ. از این به بعد چون الان ما خرجمون زیادتر شده و کشته دادیم اینا، تا الان تراول 50,000 تومانی مینداختید، از این به بعد 100,000 تومانی بندازید، آخوندا خرجشون رفته بالا. بسه بسه عزیزان من، من مخلص شما هم هستم، مخلص اعتقادات شما هم هستم، ولی والا به خدا اون 50,000 تومان، اون 100,000 تومان رو بذار تو جیب خودت، تو کف اتاق خودت بشین، با خدای خودت بدون واسطه راز و نیاز بکن. میشن همه هم قبلش گفتن که ما عاشق شهادت بودیم. الان با همین خانواده این مرحوم هم که صحبت کردم، بنده خدا گفتش که روز قبلش هم گفته که من عاشق شهادتم، من دوست دارم شهید بشم. این جفنگی ها دیگه بوده دیگه، میدونیم این جفنگی دیگه چی بگم ببخش آره دیگه من عاشق شهادت، شهادت کیلوی چند آخه؟ باشه برو لب مرز، خب برو لب مرز برای آب و خاک و ناموست دفاع بکن، برو اونجا بجنگ، اگر گلوله خوردی میگم درود به شرفه، تو شهید واقعی، تو دست زن و بچه تو گرفتی، کوه شامی تو با نان و بربری تو با نوشاب خانواده تو همه رو داخل ماست و خیار تو داخل یه سبد گذاشتی، بری اونجا زیلو پن بکنی بشینی، حالا یه 50,000 تومان به آقا بدی که آقا ما اومدیم اینجا نشستیم ببخشید دیگه فلان، و تو رو بزنن از این وسط یه تیر غیب تخماتیک بیاد به تو بخوره، این چی شهیدیه؟ خودمون رو گول نزنیم، میدونیم با این جفنگیات. به همین خاطر مردم تحت هیچ شرایطی، ما یه فراخوانی دادیم، انتهای برنامه اینو خدمت شما عرض بکنم. البته ما جمعه چند تا برنامه بسیار بذاریم که مردم بتونن، پنج شنبه. یه دونه در مورد شبکه فوریو، خیلی از من پرسیدن که آقا شما گفتید که اون خانم ماشا که پرستوی وزارت اطلاعات، اون شبکه فوریو که شبکه ماهواره‌ایه، ما رفتیم تمام ریز اسناد و مدارک مدیرانش رو با خود شبکه رو در آوردیم. پنجشنبه براتون داستان داریم در حد لالیگا. خب هیچ جا نرید بمونید. در مورد اون خانومی که پرستو بود تو اطلاعات سپاه و دستگیر شده، جدیدترین اعترافاتش رو داریم که همین طی این چند روز یکی دو نفر از رؤسا و مدیران کل رو اول عزل میکنن خیلی ساکت و بعد قرار دستگیر کنن ببرن. اینه تا پنجشنبه من به شما میگم. این یک موضوع. دوم در مورد این فراخوان. خب خدا همه شما رو حفظ بکنه. ما آمدیم گفتیم که 25 شهریور رأس ساعت 17، یعنی ساعت 5 بعد از ظهر، دست ننت و دست عمت و دست خالت و دست بچت رو بگی فقط بیا بیرون پیاده روی کن. 5 میلیون مزدوران خامنه ای رو بی خیال، 80 میلیون بر علیه این نظام هستید. یه ذره به خودتون فشار بیارید، این 80 میلیون بیاین تو خیابون. من دیدم اون مزدوران، اون سایبری ها اومدن تو مابین کامنت های ما گذاشتن
آقای پیمان خان چرا خودت نمیای پیش قراول بشی؟ من اگه بلند شدم بیام که منو تو فرودگاه طناب و میندازن همونجا اعدام میکنن دیگه، شما همین برنامه هم نخواهید داشت. خب پس بدونید این کار کار سایبریاست. یا یکی دیگه دیدم نوشته حالا شما دارید اینجوری میگید به کجا میرسیم؟ باز هم نتیجه نمیگیری. ماجرای اون گالیبر من میدونم که ما موفق نمیشیم. آقا این جفنگیاتو بذارید کنار، بس عیبه، شرف داشته باش، دو تا از اینای جالب داشته باش، بلند شو بیا بیرون. ما که به تو نگفتیم غمه دستتو بگیر بگو یا علی ریختی بیفتید به کف خیابان، نه، ما به شما گفتیم که خیلی مسالمت آمیز 80 میلیون جمعیت بریزید تو خیابون. خب بعد به صورت خودجوش ببین بعد از اون چه اتفاقاتی میفته. حرف ما رو گوش بدید، 44 سال شما حرف آخوندا رو گوش دادید، دهن شما رو آخر برنامه‌ش هم یه بار حرف ما رو گوش بدید که جایزه دوچرخه بهتون میدن، آخر برنامه‌ش هم جایزه آزادی ایران بهتون میدن. شما هر جا که دوچرخه باشه، هر جا که بالاخره یه جایزه باشه، مردم ماشاءالله صبح‌های جمعه واسه شهرداری و واسه ارگان‌های دیگه صف می‌کشن که آخرش به یک جایزه کوچیک برسن. یه دونه دوچرخه است با 50,000 نفر جمعیت بخواد قرعه کشی بشه، آیا بهشون برسه آیا بهشون نرسه. ولی خب این بله جایزه آزادیشونه، آخر این مسیر آزادیه. من در ادامه حرف پیمان میگم که 80 میلیون جمعیت، فقط بیاید پیاده روی بکنید، نه بنری بلند کنید، نه پوستری بگیرید دستتون، نه شعاری بدید، فقط پیاده روی. یه روز جمعه هم هستش، 25 شهریور جمعه تعطیل هم هست، فکر کنم شهادت رضاست، حالا امام رضاست، روز تعطیل هم هستش، هیچ بهونه ای هم ندارید. آقا با خانواده تو انگار میخواید بید پیکنیک دیگه، پیاده روی کنید. این لایو پنجشنبه بعد دست ندید. مطمئنا یه سری اسناد و مدارک هستش که پیمان عزیز میخواد منتشر بکنه، هم در خصوص شبکه فور یو و هم در خصوص یکی از پرستوهایی که چند روز پیش لایوش گذاشته بودیم به نام خانم سحر قلی زاده، که یه سری اطلاعات دیگه پیمان عزیز به دست آورده که تا پنجشنبه هم به احتمال زیاد بیشتر هم میشه. مرسی، ممنونم از همه شما که تو این لایو بودید، ممنون از پیمان عزیز که تو این لایو هم با ما بودن. مرسی پیمان، سلامت باشی، خوشحال شدم، شب شما بخیر، روز شما بخیر. خب حالا که این فرصت به ما دست داده، از همه شما خواهش میکنم که دعوت بکنید از دوست، آشنا، پیر، جوان، خرد، کلان که در 25 شهریور رأس ساعت 17 در کف خیابانهای شهرمون حضور به هم برسونن. این یک فرصت استثنایی برای مردمیه که از جور و ستم و ظلم این رژیم جنایتکار آخوندی خسته شدن. 25 شهریور را تحت هیچ شرایطی از یاد نبرید و همه با هم در کف خیابان‌های ایران حاضر خواهیم شد.